آیا شما چندین بار راجع به این موضوع صحبت کردین در دفعات که باید چه کرد؟ یعنی به جای اینکه خودتو مطرح کنی باید بری پشت رضا پهلوی و اون رو معرفی کنی، اینکه واقعیت اینه که او برگ برنده ما اونه دیگه، کسی رو ندارین که نداریم کسی دیگه رو. آقای بهبانی دیگه نیست، نداریم. آخه من که نمیتونم برم. ببین آقای بهبانی، باور کنید اگه من فکر میکردم خودم داره چنین ویژگی ها و چنین پتانسیلی تو جامعه ایران هستم، قطعا خودم پیش میافتادم. ببینید آقای بهبانی، بحث بر سر این نیستش که تعداد آدم ها معلومه دیگه. آقای مصداقی، مثلا فرض کنید که فراخ نگهدار میتونه از جبهه چپه. آخه یه داستان های آقای بهبانی میگم، مسیح علیزاده یادتونه هی حرفای صد منیه باز، من میخواهم بروم درهای زندان رو باز کنم، رهبران رو بیرون بیارم. آخو شما مطمئن باش تا آخر لحظه جا تکون نمیخوری، مطمئن باش تو عمرت نه تنها یک چکی نخوردی، تا حالا یه جای جدی جلوی رژیم وایسادی. چی رو میخوای بری در زندان رو باز کنی از تو آمریکا؟ اینا حرف صدمنی غازه، اینا حرفای بدون پشتوانه است، خرجی هم نداره، همین علکی میتونی بزنی. اینا ببین تو سیاست باید واقع بین بود و واقع نگر. معلومه من هیچ موقع هم چه حرفی نمیزنم، میروم در زندان ها رو باز کنم. چیکارم من اینجا نشستم تو استکهلم؟ اگه کسی هم قرار باشه در زندان ها رو باز کنه، مردم ایران باز میکنن، نه من. اونان که جون میدن، اونان که خون میدن، اونان که جزء صف وایسادن، نه من. منم که نمیتونم هی از جیبم بخورم که. ببینید مشکل اینه آقای بهبانی، مشکل ما در اینجاست. حرف علکی و بی پای مایه زدن که کاری نداره که. اگه اینجوری باشه، بله من اگر به من اعتماد کنید، بنده فردا ایران رو گلستان میکنم، نمیدونم کویر رو آباد میکنم، نمیدونم فلان میکنم، کاری داره به این گفتن این حرفا؟ آقا یه دوره بود من به عنوان کسی که بالاخره 20 چند سال دارم این کار رو انجام میدم، یعنی میتونم ادعا کنم از اون ابتدای داستان تلویزیون و ساتلایت من همراه بودم. یادمه که یه ترندی وجود داشت، بعضی این تلویزیون ها اومدن رفتن، خیلی تلویزیون اومدن، اصلا یه موقعی میخواستن بیان، تلویزیون هایی بودن که برای نجات آزادی ایران اومده بودن که ما اینجا رو آزاد میکنیم، شما پول به ما بده تا ما ایران رو برات آزاد کنیم. مثلا حرفشون این بود، هنوزم تتمش همین شرم و مایونه، میگه پول بده آزاد میکنم. نه آقا اینجوری نیست، کسی نیست، هیچکی تو صحنه نیست به غیر از رضا پهلوی، هیچ کس به اندازه اون پول نداره. ببینید همچی طرف میگه نمیدونم ایران، نمیدونم رهبران ما، نمیدونم ما در داخل کشور، ما خدا میخوام در داخل کشور، والا من از خدا میخوام در داخل کشور یک جنبشی صورت بگیره، یک رهبری به وجود بیاد که بتونه این بارو به سرمنزل مقصود برسونه. از خدا میخوام، اگر باشه اولین نفر خودم میرم پشتش. خب ولی وقتی که نیست، آخه شما نگاه کنید یه عده در خارج از کشور نشستن همین جوری رهبر میسازن، از رهبر جنبش کارگری بگیر، خب برفرض توی یه جایی هم یکی باشه، شما مثلا شما فکر کنید همین کسایی رو که دارن میگن. ببینید مثلا میخوام عرض کنم خدمتتون، شما فکر میکنید آقای مثلا میگم در ابعاد ملی برید نگاه کنید به قضیه، محمود صالحی میتونه در ابعاد ملی رهبر جنبش ایران بشه؟ آقای محمود صالحی یه کارگر نونوا در شهر سقز بود، ایشون یک تلاشهایی رو داشت، یک مبارزه‌ای رو کرد، زندانم رفت، خیلی هم مصیبت دید، بعدم آزاد شد، الان هم نمیدونم میگن یه مغازه‌ای باز کرده و داره مشغول کاره. خب ایشون میتونست یه کارگر نانوا شهر سقز رهبری جنبش رو به عهده بگیره در ابعاد ملی. شما فکرشو کنید آقای منصور اوسانلو قبلش بود، میگه آره، میگه لخوالنسا تو لهستان تونست، پس اینم میتونه. خب ببینید آیا ایشون
یک شرکت واحد، یک کارگر شرکت واحد آیا میتونه در ابعاد ملی رهبری جنبش ایران رو به عهده بگیره؟ شما فکر میکنید؟ خب اگه اینجوری فکر کنید، ببینید شما وقت دچار توهمید. چهار تا راننده ای اساسا تمام این به اصطلاح نیروهای چپی که ادعای مارکسیستی دارن، ادعای چپ دارن، خب من میخوام ببینم با کدوم تعریف لنینی راننده شرکت واحد کارگر محسوب میشه و رو ابزار همین. تولید بعد اون وقتش این دست داره. خب ببینید مشکل اینجاست که اینا با ابتدایی ترین تعاریف خودشون هم در تضاده. خب بله، ولی ایشون حالا مورد ظلم قرار گرفته، باید دفاع کنیم، باید حمایت کنیم. بله خب ایشون میره زندان و اون داستان ها و بعد هم میاد خارج و همه همونایی که یه روزی سنگ منصور و سالون رو میزدن شدن دشمن خونیش. این بمانن مثلا آقای رضا شهابی و امثال اون، درست؟ ایشون رفته زندان، اومده بیرون، رفته زندان و کارگر شرکت واحده. خب بعدش هم اومده، خب از کار بیرونش میکنن راحت، مشخص کاری هم نمیتونه بکنه، با همسرش مجبور به ترشی بفروشه. خب من میخوام ببینم اینایی که سنگ کارگری به سینه میزنن، کسی که ترشی میفروشه، کسی که یه لبنیاتی کاربر فروشی داره مثل آقای صالحی، آیا اینا رو شما خورده بورژوازی بهشون نمیگی؟ یا جنبش کارگریه؟ اینا هم ابزار تولیده؟ اینا هم در فلانن؟ آخه شما که با تعریف خودتون نمیگنجه. ببینید نمیخونه اینا که، و بعد در ابعاد ملی میتونیم از این افراد استفاده کنیم؟ معلومه که نه. نه اینکه این آدم ها بدن، بس بر سر بد و خوبی نیست. خب بیایی علای من نمیدونم اسماعیل بخشی، خب آقا اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، خب مثلا سپیده قلیان یا اسماعیل بخشی میتونن در ابعاد ملی رهبری جنبش رو به عهده بگیرن؟ آقا ما خودتون رو دارید به سخره میگیرید. نه اون برترش بین آقای حسین رونقی یا بقیه فرق نمیکنه، وای آدمای خوبی هستند. مثلا بحث من رو این نیست که بخوام شخصیت اینا رو زیر سوال ببرم، نه در نه، ابعاد صحبت ملی. این نیستش که چرا ببینید منحرف آقای میکنید. بهبهانی، ما هزاران زندانی سیاسی رو، بنده شخصا خودم در زندان های جمهوری اسلامی شخصا خودم هزاران زندانی سیاسی باشون بودم، زیر و روشون هم میشناسم. بسیاریشون هم همه در مقاومت، در وارستگی و میدونید که لاقل اون همشون در کشتار 67 همه نابود شده، درسته؟ من از نزدیک میشناسم، ولی میخوام ببینم اینا تو ابعاد ملی میتونستن رهبری جنبش رو به عهده بگیرن؟ تمام این آدمایی که امروز تو همین خارج کشور هستن، همین به اصطلاح گروه های سیاسی، هیچ کدوم از اینا میپذیرن جاشونو توی همون سازمان خودشون مثلا به اسماعیل بخشی بدن، به سپیده قلیان بدن، سرشونو میبرن؟ این حرفا چیه؟ سایهشونو با تیر میزنن توی سازمان چند نفری خودشون. اینا حاضرن اون وقت اینا رو به رهبری جنبش بپذیرن، بعد اینا هم بشن سینه زنشون؟ معلومه که نه. معلومه اینا بازیه. من مثلا دیده بودم یه آدم، میگم یه واقعا میتون میگم به تو، یه بیماری مثل اون بهروز فرهانی، اول این جنبش زن زندگی آزادی، بعد مدتی بعد چند ماهی گفتن آقا کارگرایش نفت اعتصاب کردن، این اخبارای صدمنی قاضی که میدن. بعد خب معلومه یه سری اعتراضاتی توی یک جایی شروع شده بود، اعتصابات شروع بود، چی دروغه دقل سرم. این هم داده بود کارگر نفتگر قهرمان رهبر زحمت کشان. چرا دروغ میگی تو اصلا اون کارگر شرکت نفت تو اصلا پشیزی ارزش براش قائل هستی که حالا بشه کارگر نفتگر آقای قهرمان مستر، رهبر زحمت کشان؟ آقای مستر، این خیلی از این سوال. شعارهای صدمنی غازه. خب تازه برفرض کنید اون کارگر قهرمان هم هست، آیا میتونه رهبر در سطح ملی، در سطح ملی آیا میتونه این بیاد و رهبری جنبش رو به عهده بگیره و میتونه بعد حمایت بین‌المللی رو کسب کنه؟ آخه این آدم کارگری که یه ما بهش حقوق ندن،
زن و بچهش دشمنش میشن، آخه چرا خودتون رو به اون راه میزنید؟ ببینید من از این بابت میگم کی کدوم چهره سیاسی تو ایران باقی مونده؟ بعد یه عده میان اینجا بله میخوان نمیدونم رهبر به تراشن میخوان، آقا کدوم رهبر؟ کدوم رهبر تراشیم؟ مگه میشه بابا؟ اگه میشد آقای بهبهانی، اگه آمریکایی ها میتونستن در کوبا این کارو میکردن. چند صد کیلومتر باشون فاصله است، شب تخت پانه بگیری صبح اینجایی. آمریکاییایی که این همه قدرت کوبا توش کوبایی توش دارن، ونزوئلا بابا مارک روبیو دم رئیس جمهوری آمریکا بوده، آره کاندید دیگه، هنوزم کاندید، بله سناتوره، میدونی یعنی چی؟ بابا ایرانی ها شما نگاه کنید تو آمریکا شهردار یه جا میشن همه میگن شهردار بیورلی هیلز، دیدید؟ بله بی خودی خب. بابا سناتور روبیو اصلا فلوریدا در اختیارشون آقا، یعنی کشور فلوریدا، نگید آره فلوریدا یه کشور، کشور فلوریدا در اختیارشون. خب ببین از اون طرف شما برید نگاه کنید ببین چه مقامات بالایی رو همینا دارن توی آمریکا، ولی تونستن تو کوبا کاری بکنن؟ نه. تو ونزوئلا رو شما نگاه کنید ببینید اگر قرار باشه آمریکایی‌ها، خب نمیشه. ببینید هر نوع حالا تحولی هم که بخواد صورت بگیره، سر انقلاب ایران هم میگفتن دیگه، ببین آقای بهبهانی آب در 100 درجه جوش میاد، میدونی چرا؟ آتیش روشن کنید آبو بذارید روش، میشه چی؟ میشه بخار. چرا؟ چون آب پتانسیل تبدیل به بخار شدن رو داره. میگی نه سنگ و زیرش آب بذار، اگه شد نمیشه. سنگ و زیرش شما آتیش بذار، سنگ و زیرش آتیش بذارید 100 درجه ببینید آیا سنگ تبدیل به بخار میشه؟ نمیشه. ببینید جامعه ای که درش تحولی صورت میگیره، جامعه زمان شاه هم اینطوری بود، اینجوری که یه دفعه فکر میکنن انقلاب کردن که اینجوری نیستش که عزیزم. که ببینید یعنی یک طول جامعه به دلیلی مثل همین آبی که عرض کردم براتون، یک نوع پتانسیلی وجود داره، زیرش اون آبر اون گرماه رو میذارن اون تبدیل به بخار میشه، همینجوری نیستش ها. حالا عرضم اینه در این در واقع آدمایی که شما ملاحظه میکنید کدوم داره این ظرفیتی هستن؟ هیچ. حالا من اگه میام میگم شاهزاده رضا پهلوی برای اینکه دارای وجاهت ملی هست و ما میتونیم در سطح بین المللی هم روی این قدرت بازاریابی که داره کار کنیم، به این دلیل میگم. آقا بهترین مثال تموم مسئله پول است دیگه، ارزش میذاری میگه آقا این یه شرکت، میخوایم یه بقالی با کنیم، میخوایم یه مؤسسه تجاری با کنیم، هرچی سبزی فروشی، خب من احتیاج به پول دارم، سرمایه دارم که این سبزی فروشی رو بعد برم شریک بگیرم. خب شریک باید نسبت داشته باشه دیگه، نمیشه که کسی 1 میلیون بذاره یکی 1000 تومن بذاره بگه آقا منم شریک. 1000 تومنت که تو 1 میلیون اصلا عدد نمیشه که. بله اینجوری که خب بهترین مثالت همین بود دیگه که اینا اصلا. یه نکته دیگه که شما بارها بهش اشاره کردی، این سازمان های سیاسی که تو خارج کشور هستن، شما نگاه کنید از روز اول همین آدمان هنوز هم همونان، یعنی در درون خودشون هم تحولی صورت نگرفته، انتخاباتی صورت نگرفته که یه چهره جدیدی بیاد. سازمان مجاهدین همین مهدی ابریشمچی محدثین نمیدونم رجوی اون اینه دهتان دیگه، بیشتر که نیستن. که در اون ور نگاه میکنید میبینید که نگهدار فتاپور نمیدونم کیه، نقدی این اینا، تغییری نمیبینی، اتفاقی نمیفته. بنابراین اینا نشون میده که ذاتشون دیکتاتوره. در مورد رضا پهلوی انتخاباتی نمیخواد صورت بگیره، چیزی نیست که بخوایم بریم انتخاب بکنیم، یه امر واحده، یه دونه است، یونیکه دیگه، دوتا نداره که بریم باش قیاس کنیم بیاریم بالا کنیم پایین، یه چیز ساده است. ولی به خاطر اینه که اینا تیشه رو به خودن، اینا برای خودشون فعالیت میکنن،
نه برای مردمشون، نه برای وطنش، نه برای میهنش، نه برای ملتش، این برای خودش داره کار میکنه. شما اون دفعه هم گفتی رزومه خودش رو قوی میکنه، فقط همین، به اینکه رزومهش قوی تر بشه، بتونه بگه آقا حالا اگه من سخنرانی دعوت میکنی $30,000 میگیرم، بلیط هم فرست کلاس باید باشه، هتل هم باید فلان جا باشه، بلیط هم باید از نیویورک باشه. اینا رو نوشته دیگه، گذاشته. خب این برای خودش کار کرده، برای من کار نکرده که.